برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مرکز لرزنگاری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه دوم بهمن اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی 7.1 ریشتر شهر کیزیلسوی قرقیزستان را لرزاند. طبق این گزارش، این زمین لرزه در بخشی از چین و قزاقستان هم احساس شد. در همین حال، مردم خانه‌های خود را در نزدیکی مرز قرقیزستان و چین ترک کردند. لرزه‌های شدید در بیشکک و شهر آلماتی قزاقستان هم احساس شد. تا لحظه تنظیم این خبر، گزارشی از میزان خسارات ناشی از این زلزله منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان بهداشت و درمان کامرون روز گذشته دوشنبه دوم بهمن ماه 1402 شمسی اولین کارزار واکسیناسیون عمومی بیماری مالاریا را آغاز کرد. سازمان بهداشت جهانی آغاز واکسیناسیون مالاریا را یک گام تاریخی در جهت مبارزه با این بیماری خواند. مالاریا یکی از بزرگترین علل مرگ کودکان آفریقایی طی چند دهه اخیر بوده است. روسیه با سدسازی بر رودخانه ولگا تراز آب دریاچه خزر را منفی کرد و اکوسیستم منطقه را به خطر انداخت. علی بیت اللهی، رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، درباره خطر پیشرفت پدیده فرونشست زمین در استان مازندران هشدار داد و گفت در حالی که تا قبل از 5 سال گذشته نرخ فرونشست زمین در مازندران 0 بود، اکنون به 9 سانتی متر رسیده است. او در ادامه هشدار داد که با ادامه این وضعیت فرونشست زمین به استان گیلان هم سرایت خواهد کرد. رئیس سازمان جهانی بهداشت به جهانیان هشدار داد کشورها در حال از دست دادن توافق تاریخی بر سر همه‌گیری‌های آینده هستند. دکتر تدروس آدهانوم گفت کشورها در خطر از دست دادن ضرب الاجر ماه می برای توافق بر سر یک معاهده الزام‌آور قانونی برای مبارزه با همه‌گیرها هستند که ضربه بزرگی برای نسل‌های آینده خواهد بود. بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت، پیمان جدید مجموعه از بروز رسانی‌های قوانین موجود در مقابله با بیماری‌های همه‌گیر و نیز تقویت سیستم دفاعی جهان در برابر پاتوژن‌های جدید پس از همه‌گیری کرونا است که بیش از 7 میلیون نفر را کشت.